از نمی تواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی با عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز سه‌شنبه برابر با نهم آبان ماه در خدمت شما با برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باور. دو روز گذشته مصادف شد با روز گرامی داشت کوروش، یکی از پایه‌گذاران سلسله هخامنشی، کسی که اعتبار او امروزه نزد ایرانگرایان و همه ایرانیان به نحوی نشان دهنده قدمت یک سنت تاریخی است. فردی که سعی کرده در دوران حکمرانی خود یک نظام سیاسی رو ایجاد بکنه که به نوعی به عنوان افتخار ایرانیان محسوب بشه. قطعا مسئله بسیار مهمی است اینکه اشخاصی که در تاریخ جای پایی از خود به جای گذاشتند برای امروز ما چه دارند، و این مسئله بسیار پر اهمیتی است. اساسا ما وقتی به ایدئولوژی ها نگاه میکنیم، یک ویژگی خاصی در ایدئولوژی ها وجود داره که پیشتر عرض کردیم، و آن اینکه ایدئولوژی ها سعی میکنند مفاهیم مهم و آنچه که اهمیت داره رو از دل تاریخ، سنت، ادبیات و فرهنگ بیرون بکشن و از اون بهره ببرن. یعنی اگر شما به دنبال یک دولتسازی هستید، سعی میکنید مؤلفه های دولتسازی رو از دل اون تعابیر خاصی که مد نظرتونه، حالا ناسیونالیسم، وحدت ملی است، پرچم هست یا هر چیز دیگر، بیرون بکشید. اگر نگاه شما نگاه دینی است، یعنی یک تفکری دارید در یک بستری که دینی است، طبیعی است که ارزش ها رو با اون شخصیت های دینی برابر قرار میدید، کاری که بعضا شریعتی و دیگران انجام دادن. اما این مسئله اهمیت داره که ایدئولوژی های امروزی همه ی آن چیزی که در گذشته بوده رو طابق و نعل به نعل نمی آورن، بلکه سعی می کنن از دل کارکردی که این شخصیت ها یا به نوعی ویژگی ها که ایدئولوژی ها به کار می گیرن دست به اقداماتی هم بزنن، از جمله تحریف یا تغییر یک واقعیت. یعنی سعی کنن بخش هایی از درون یک ایدئولوژی رو منطبق بکنن با یک شخصیت تاریخی، در حالی که اون شخصیت تاریخی اساساً چنین ویژگی نداره. کارکرد دیگر غلوف کردنه، یعنی سعی کنن اون افراد رو برجسته بکنن، چیزهایی به او ببندن و او رو در یک مقام خاصی قرار بدن. مثلا شما عصمت در میان امامان شیعه برگرفته از یک تفکری است که هیچ انطباق تاریخی نداره. یعنی شما سراسر زندگی اون افراد نگاه بکنید، میبینید نه امروز بلکه همان زمان هم فرزندان اونها این نگاه رو نسبت به پدر خودشون نداشتن، بارها به او انتقاد کردن، از او ایراد گرفتن، حتی یاران دیروزش در برابر او شمشیر کشیدن. بنابراین جنبه های قلوب آمیز به نحوی است که برای برخی از اولیاء به خصوص دین یا پادشاهان دست به معجزات یا نیروهای غیبی و خارق‌العاده دانست. نقش دیگر ارائه یک تاریخ جعلی است، یعنی شخص اصلا این ویژگی ها رو در هیچ کجای تاریخ براش ذکر نشده، اما ایدئولوژی سعی میکنه اون رو بسازه، اون رو به خدمت بگیره، به همین دلیل جعل تاریخ میکنه. بعضی شخصیت ها رو می سازه، برخی ویژگی های دوران خاص رو در درون اون تاریخ به افراد میده تا برای امروز یا برای هر زمان که ایدئولوژی میخواد خودش رو ارائه بکنه کاربرد داشته باشه. اما متاسفانه ما هم امروز درگیر این مسئله هستیم. یعنی ارزش های امروزی اگر حقوق بشر، ایرانگرایان سعی میکنن از دل
یا بهتر بگیم باستانگرایان سعی میکنن از دل شخصیت‌های باستانی افرادی کاملا منطبق با حقوق بشر بیرون بیان. از اون طرف اسلامگرایان هم همینه، یعنی اونها هم سعی میکنن از دل قرآن یا شخصیت‌هایی مثل علی ابن ابی طالب افرادی رو بر بکشن که گویی نماد و مظهر حقوق بشرن. اما اگر به داستان‌های تاریخی نگاه بکنید میبینید نه، بدین نفع نبوده. امروز اگر سکولاریسم اهمیت داره، اگر آزادی‌های مدرن اهمیت داره، گویی ما هر لحظه به دنبال این هستیم که در میان مسائل تاریخی بگردیم، شخصیت‌هایی رو پیدا بکنیم که حتی هم اگر نیستن، اگر جنبه‌های کوچکی از اون رو داشتن، اونها رو منطبق بکنیم با مؤلفه‌های امروزی. بگید بفهمید خودمون داریم، شما اصلا نیاز به اینها ندارید. در گذشتم همین بود، یعنی در زمان رژیم سابق وقتی اشاره میشد که آقا شما چرا دموکراسی ندارید، پادشاه ایران اشاره میکرد که اصلا ما خودمون هستیم که منادی دموکراسی هستیم، ما خودمون هستیم که حقوق بشر رو ایجاد کردیم در اعلامیه جهانی حقوق بشری که شما دارید. رد پای کوروش کبیر هست، منشور او هست. خب اینا غلوه، با واقعیت های تاریخی انطباق نمی کنه. جنبه های از مسائل حقوق بشری در زیست پادشاهانی مثل کوروش وجود داشته، ما منطبق با اعلامیه جهان حقوق بشر نیست. نقشه‌ای از تاریخ ما ممکنه مجلس مهستانی بوده، یک شورای بوده، اما منطبق بر دموکراسی نیست. دموکراسی یک مؤلفه است با ویژگی‌های خاص، در یک امپراتوری به اون عظمت اصلا محقق و متحقق نبوده. همین کار رو اسلامگرایان انجام میده. در کشیده شدن علی ابن ابی طالب منطبق با دموکراسی بوده. چرا؟ چون یک عده‌ای در مدینه ایشون رو برگزیدن. وقتی میرید نگاه میکنید ببینید اونهایی که ایشون رو برگزیدن یه کودتاچی بودن که عثمان رو کشتن، حالا بر اختلافات سیاسی، و او رو به نحوی به عنوان خلیفه برگزیدن. بعدا هم خیلی ها بیعت کردن، خیلی هم بیعت نکردن. یک گروه تمام و کمال که در شام بودن اساسا بیعت نکردن. مردم ایران و مصر و یمن که اصلا به حساب نمی آمدن، چون جز اربابان حل و عقد نبودن. بنابراین دیگر دموکراسی نیست. یا برخی هم سعی میکنن و امرهم شورا بینهم در قرآن رو منطبق کنن با دموکراسی، در حالی که اصلا چون این نیست. آیات محکمی در قرآن هست که حکم از آن خدا و رسوله. خدا و رسول وقتی حکم میدادن مردم حق به اظهار نظر ندارن. سایه 36 پس دیگه دموکراسی معنا نداره. دموکراسی یعنی من حاکم بر زندگی خودم هستم، از قوانین گرفته تا بوده دولت، حاکمیت و حکم. بنابراین بسیار اهمیت داره که ما نه برای اینکه اون شخصیت‌های بزرگ رو تخریب کنیم، اونها رو در موردشون غلو بکنیم، جعل تاریخ بکنیم، تحریف بکنیم، و نه اینکه اونها رو نادیده بگیریم. اینها میراث فکری یک جامعه هست. همین دلیلی که ما در درون سنت‌های خودمون هر چی که به کار امروز میآید میتوانیم استفاده بکنیم، هر چی که به کار امروز نمیآید قابل تغییره باید تغییرش بدیم، امروز به روز سانی کنیم. هر چی که به کارمون نمیاد مانعی است در راه حقوق بشر، در راه دموکراسی، در راه سکولاریسم، باید اونها رو کنار بذاریم. نقد ما بر اسلام بر سر این نیست که محمد پدر ما رو کشته، نه، بر سر اینه که اندیشه های او، اندیشه های فقها مانع از این شده که ما یک نظام دموکراتیک داشته باشیم. چون میگه حکم از آن خداست، حکم از آن رسول، تعیین حاکم از جانب خدا و رسولش بوده. قوانین جامعه منبعث از قوانین شرعی است. تو شما میبینید در اصول ابتدایی قانون اساسی ما آمده نقش وحی در تبیین قوانین. خب طبیعی است مانع سکولاریسم هم هست، خب باید در برابرش ایستاد، او رو کنار زد، چون مغایر منافع ملی ماست. ملت تشکیل میشه از شهروندان، هر عقیده دینی،
چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی، چه زرتشتی، چه یک دین ناباور، چه یک بهایی. وقتی شما اندیشه های دینی اسلامی رو حاکم میکنید، دیگه جایی برای اندیشه بهاییت باقی نمیمونه، جایی برای زیست شهروندی یک ایتیست یا بی خدا باقی نمیمونه. اونها محدور و دمن، اونها کسانی هستن که بدعت آوردن، باید حذفشون کنیم. یهودیان و مسیحیان اهل جزیه هستن، باید به ما جزیه پرداخت بکنن. چرا؟ چون اهل کتابن، حقوق شهروندی مثل ما ندارن. همین دلیله که وقتی در جریان انقلاب مشروطه بحث‌های مفصلی مطرح می‌شد، شیخ فضل الله نوری به عنوان مخالف انقلاب مشروطه که پاسدار شریعت بود میگفت یعنی چی؟ مگه در اسلام کافر و مسلم با هم برابرن؟ مگه زن و مرد اصلا با هم برابرن؟ و همینطور ادامه داد و در پایان گفت گاو مجسم محال است در اسلام حکم مساوات. اساس اسلام بر تبعیض، اساس اسلام بر تسلیمه، نه اینکه شما آزاد باشید هر جوری تو خواست رفتار بکنید. نقد اسلام به این دلایله که این اندیشه اجازه باروری و شکوفایی استعدادهای علمی انسان، استعدادهای جسمی انسان رو نمیده و از قبل اون تولید اندیشه صورت نمیگیره، تولید هنر صورت نمیگیره، غرایز انسانی سرکش. همین دلیلی که بحث بازشناسی نسبت به هر آنچه که ما امروز باور داریم خیلی اهمیت داره. ما گاهی این باورهامون رو فرض گرفتیم، گفتیم همش درسته، نیاز به فکر نداره، چون گذشتگانمون فکر کردن به ما دادن، دیگه نیاز نیست ما فکری بکنیم. این باستانگرایی یا بازگشت به سنت ها مربوط به ما ایرانیان هم نیست، در یونان و روم باستان هم وجود داشته. بعد از پیروزی اسلام هم وجود داشته، نهضت هایی ایجاد شد برای اینکه نشان بدن در دوران مجد و عظمت ایران چه کسانی بودند و ما از تبار چه کسانی هستیم. اگر امروز در ادبار و نکبت و بدبختی هستیم، باید در برابرش بایستیم. ما این نبودیم و اگر این شدیم حاصل یک خطایی است، باید برگردیم به سراغ ریشه های باستانی خود، از شعوبیه بگیرید تا به دوران نهضت مشروطه. پیش از انقلاب مشروطه بزرگانی مثل آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و دیگران شروع کردند به نشان دادن مجد و عظمت ایران و در کنارش مذمت فرهنگ اسلامی عربی، که سبب شد ما بدبخت بشیم، ما بیچاره بشیم. از زبان اسلامی عربی بگیرید تا بقیه چیز، بخشش قلوف آمیز بود اما اکثریتش درست بود. میرزا آقاخان کرمانی و دیگران هم همینها رو با جنبه های قلوب آمیز می گفتن که اگر اروپا پیشرفت کرد حاصل کار ما بود، اگر در ژاپن چنین کردن حاصل کار ما بود. خب این بخشش قلوب آمیزه دیگه، ایدئولوگ سعی می کنه جنبه های قلوب آمیز ایدئولوژیش رو بالا ببره، یعنی هم آنچه که داشته رو بسیار بالاتر بفروشه و هم آنچه که امروز اسباب بدبختی هست رو به شدت بنکوهه، نابودش بود. این کار ایدئولوگ ها هست. هرچه زمان رژیم گذشته بود بد بود، هرچه ما در جمهوری اسلامی آوردیم عالیست. اگر جلوشون قرار بدید که بفرمایید این آمارها، اسناد، مدارک، میگیم نه شما نمیفهم، ما میفهم، اون موقع خیلی بد، الان خیلی خوبه. همینطور بالعکس، از اون طرف هم یک عده قبل از 57 و گل و بلبل و خوبی و خوشی، ما وقتی میگیم خب این جامعه چطور انقلاب شد، چطور با این مشکلات کنار آمد، غیر ما نمیگیم، خیلی از افراد
پیشترها اشاره کرده بود. نه، اونها خائن بودن، اونها نمیفهمیدن، اونها خیانت کردن. و اگر با این نگاه نسبت به تاریخ خودمون جلو بریم، درسهای لازم رو نخواهیم گرفت. تعریف بی حد و حصر هم نوعی زدگی به همراه داره. یعنی اگه ایمان سلیمانی آدم بدی نیست، آدم خوبیه، 10 تا خوبی داره، 20 تا بدی داره، اما شما یک سره از اون تعریف رو تمجید بکنید، تملق و چاپلوسی کنید، 4 نفر هم که میخوان سلیمانی رو بشنون دیگه نمیشنون. البته که از نظر ما برخی ویژگی ها خیلی برجسته است. سلیمانی امیری وقتی میخواد در مورد مسائل روشنگری صحبت کنه، ربطی نداره که او در زندگی شخصی چه آدمی است. اون بخشش برای ما کم اهمیت تره. بخش پر اهمیت اینه که آیا وقتی سخن میگه استدلال میکنه؟ در تقریر مطالبش با تبیین و شواهد و اسناد و مدارک میاد جلو یا نه؟ انسان ها چند بعدی هست. ویژگی‌های هویتی گسترده‌ای دارن. وقتی در مورد پدیده سیاسی صحبت میکنه، ربطی نداره که به او با خدای بی خدای مسلمان غیر مسلمان هیچ ربطی نداره. ببینیم او وقتی در مورد پدیده سیاسی صحبت میکنه، آیا با تخیل و توهم حرف میزنه یا نه، اسناد و مدارک داره ارائه میکنه. در مورد کسی که صحبت از امانتداری اوست، مهم نیست او فیلسوفه، مهم نیست که او شخصیتی است که برای اندیشه های خاص خودش تبیینی داره، نه، مهم اینه که واقعا امانت داره. یعنی میشه شما چیزی رو به او بدید و بعد بدون مشکل باز پس بگیرید؟ میخواید شغلی رو به کسی بدید، روی اون شخص صلاحیت داره؟ وقتی صحبت از شغل شد، این روز قرار بود یک نقشی در مورد همون برشکستگی به تقصیر رو ادامه بدیم، ولی این بحثی که صلاحیت در شغل سبب شد امروز یک نگاهی کوتاه بندازم به یکی از سخنرانی های معروف از ماکس وبر. در واقع عنوان خاص سیاست به مثابه یک حرفه، چون بسیار مهمه، به امروز ما هم شاید ربط داشته باشه. این بحث امروز ادامه خواهم داد، برشکستگی به تقصیر رو ادامه خواهیم داد در نوبت آینده. بنابراین بازگشت به دوران گذشته دست ما ایرانیان هم وجود داشته. هر زمان دچار مشکل شدیم، به یاد بزرگی خودمون در یک زمانی افتادیم. در دوران رنسانس یه اتفاق جالبی رو، نزدیک به 1000 سال اندیشه های مسیحایی حاکم بود در درون جامعه اروپا. وقتی این اندیشه ها میاد، گذشته رو پاک میکنه. ما عرض کردیم یکی از ویژگی های اندیشه های توتالیتر همینه، که سعی میکنن بگن گذشته هیچی نبود، با آمدن من هست که همه چیز ایجاد شد. اسلام یک چنین تفکری داشت. در خود قرآن گفته عرب چیزی نداشت، عرب در جاهلیت بود. عرب جاهلی که 4 بار در قرآن آمده، منبعث از همین ریشه فکری است که اونا هیچی نداشت. ما اعراب زمانی انسان شدیم و به انسانیت رسیدیم که پیامبر اسلام مبعوث شد، خدا به ما نظر کرد. بعدها وقتی مسلمانان مناطق دیگر رو هم فتح کردن، منکر تمدن اونها شدن، گفتن شما تمدن نداشتید، ما به شما این ویژگی رو دادیم که متمدن بشید. اگر هم ابنیه ساختید و اماکن بزرگ ساختید و قوانین و مقرراتی داشتید، همه اینها مربوط به عصر جاهلی شماست، دورانی که نمیدانستید اصلا چطور قانون نگاری بکنید، قانون گذاری بکنید، دولت گردانی بکن. همه رو ما آوردیم. اما یک پژوهشگر میدونه که اندیشه های اونا دروغه، ادعاشون خلاف واقع. خود اسلام
بسیار تأثیر پذیرفت از دیوان سالاری ایرانی. صرف و نحو زبانشون رو ایرانیان نقش داشتن. بسیاری از بزرگترین محدثین اونها ایرانی هست. شما میان اهل سنت، امام بخاری مربوط بخاراست که صحیح بخاری رو همانند قرآن، البته همانند که نه، خواهر قرآن میدونن اهل سنت. چه کسی این کتاب رو برای اونها نوشته؟ امام بخاری، یک ایرانی از منطقه بخارا. دو تا کتاب صحیح دارن که تمام روایتش رو درست میدونن. حالا برخی البته معتقدن که نه، برخی روایتشون هم غلطه، اما پایه کتب اونهاست در بحث روایی. دیگری صحیح مسلمه که اهل نیشابور بوده، مسلم نیشابوری، و دیگران هم همینطور، بوداوود سجستانی و نسائی و دیگران، ابن ماجه قزوینی و دیگران، نام ایرانی بودن، خودشون چیزی نداشتن. ما در ایدئولوژی برای اونها تعریف میشه که ببینید، بگید اونها هیچی نداشتن. ما وقتی پژوهش میکنیم متوجه میشید نه خیر، در اون جامعه کسانی بودند که یک ویژگی هایی داشتن که اون جامعه بزرگ شده. در دوران رنسانس عده‌ای آمدن و سعی کردن از دل کتاب های یونانیان و رومیان یک بازنگری داشته باشن نسبت به وضعی که در اون گرفتارند، که اونها چه داشتند که توانسته بودن به یک جامعه سالم و بزرگ برسن نسبت به مایی که امروز قرار داریم. همین دلیل رفتن به سراغ کتاب یونانی. در حوزه سیاست هم همینطور شد. یکی از شاخصترین چهره ها که با او به نوعی فلسفه سیاسی مدرن آغاز میشه آقای نیکولو ماکیاولی است. کتاب های او مملو از ریشه های رفتارهای سیاسی یونانیان و رومیان گذشته است. او میخواست نشان بده که رومیان چگونه رفتار میکردن، چگونه فکر میکردن، چگونه قانون گذاری میکردن، ساختار و نظام سیاسی اونها چگونه بود که اونها تونستن یک جامعه قدرتمند بسازن، و چرا ما امروز در یک ادبار به سر میبریم، در یک بدبختی به سر میبریم. ما ایتالیایی هایی که روزی جهان غرب رو در تصرف خودمون داشتیم، چه شده که به این روز افتادیم؟ دلیلش چیه؟ و اون نمیره دائما تعریف و تمجید بکنه، نه، میره نگاه بکنه ببینه در رفتار سیاستمداران و مردم یک جامعه چه ویژگی هایی بوده که سبب رشد اونها شده، پویایی اونها شده. ما مثل ماکیاولی نداشتیم، هنوزم نداریم کسی که بره پژوهش بکنه که مؤلفه های مهم دوران گذشته چه بودن. حالا نه اینکه عیناً اون مؤلفه ها رو بیاریم، نه، چون مقتضیات زمان خیلی متفاوت شده، اما برخی ویژگی ها در اون زمان برای نظم جامعه مهم بوده. شما یکی از زیبایی های فرهنگی که در زرتشت هست عدم دروغگویی است. حس اعتماد رو در مردم برجسته می‌کنه. این شما آیین تشیع و مذهبش رو تقیه مجاز است، نه دهم دین تقیه است، یعنی دروغ بگو راحت، نه دهم دین تفس، یعنی یک کاری که مذمومه اما تبدیل میشه به فرهنگ اجتماعی. سیاستمدار به مردم دروغ میگه، مردم به هم دیگه دروغ میگن، دو تا سیاستمدار به هم دروغ میگن، بعد در قالب تقیه همه چیز جبران میشه، تقیه میکنه دیگه، نمیشه به کسی اعتماد کرد. فرهنگ مبارزه خیر و شر، یعنی که ما فکر نکنیم شرارت از میان ما رفته یا وظیفش به عهده کس دیگری است، برای ما مهم نیست، نه، هر روز ما با اشرار روبرویم، باید با اونها مبارزه کنیم. این اشرار گاهی کسانی هستن که فکر شرارت بار رو در جامعه ترویج میکنن، و یا کسانی که عمل میکنن.
باید جلو اونها ایستاد. فضیلت یک جامعه اینه که در برابر اشرار بیسته، نه اینکه بی‌تفاوت باشه. در جهان اسلام هم همین شد، بازگشت به سنت ها. اینکه ما میگیم بنیادگرایی اسلامی، بنیادگرایی برگرفته از این اندیشه است که وقتی با آمدن مفاهیم مدرن، انقلاب صنعتی، دوران علم، اسلام عقب ماند، کشورهای اسلامی تحت انقیاد جوامع غربی در آمدن، یک عده از این ایدئولوگ ها گفتن فکر کنیم چرا عقب ماندیم، به چه دلیل وضعیت ما چنین شده. به این فکر کردن که خب ما دوران عظمتی داشتیم و اون دوران پیامبر اسلامه، دوران خلفای راشدینه که ما تونستیم بخشهای بزرگی از امپراتوری ایران، روم، مصر و جاهای دیگر رو تصرف کنیم. برگردیم به اون خودمون، ببینیم در زمان رسول الله چیکار میکردن، ما همون کارو بکنیم، همون ویژگی ها رو ترویج بکنیم. در زمان عمر ابن خطاب چه کردن که ایران رو فتح کردن؟ بریم به سراغش. از دل اینها بنیادگرایی بیرون میاد. حتی سعی میکنن ظاهر خودشون رو، پرچم خودشون رو، نماد خودشون رو با همون سیستم که در صدر اسلام بوده منطبق. بنابراین بازگشت به سنت ها کار بسیار غلطی است، اما بازنگری سنت ها کار درستی است. اینکه ببینیم چه ویژگی هایی در اونجا مفید بوده که امروز هم به کار ما می آید. ما نمیتونیم سنت ها رو چشم بسته قبول بکنیم. اگر اون سنت ها در مجموع همگی خوب بودن، ما دچار مشکل نمی شدیم. بنیادگرایان اسلامی هم که فکر میکنن همه چیز اسلام خوبه، باید یادشون باشه اگر همه چیزش خوب بود به این ادبار دچار نمی شدن. اونا برای زمانی کار کرد داشت. اون مناسبات جهان تغییر کرد. این رو عرض کردم که یادمون باشه. شخصیت های تاریخی که کارهای بزرگی انجام دادن، ویژگی هایی دارن که بیش از اونها استفاده کرد. البته بدیهی هایی که برای امروز مناسب نیست. این بسیار پر اهمیت. در کوروش یکی از ویژگی های بزرگ او دولت مردی است، دولت سازی است. یک پادشاهی که سعی میکنه با روش های خاص خودش یک جامعه قدرتمند بسازه. من دیدم اخیرا یکی از این آقایانشون رو فیلسوف هم دانسته و اون جنبه های غلو آمیز همین هست. نیاز است که کوروش رو فیلسوف بدانید، چون این متن شبه ذم دیمیان و میگن آقا ببینید همینجوری علکی تعریف سنجید میکن. فیلسوف یک مقام است، یک جایگاهی است، اما یک دولت مرده، میدونه چطور استفاده بکنه از موقعیت ها، میدونه نسبت به اتباع و مردم خودش با نهله های مختلف فکری چگونه تساهل روا داره. این تساهلش بسیار مهمه. یکی از مهمترین ویژگی های جوامع امروز تساهله. جان لاک که از او به عنوان پیغمبر لیبرالیسم نام میبرن، اساسا کتابی داره، رساله‌ای داره در باب تساهل. یعنی شما قدرت دارید، اندیشه دیگری رو هم قبول ندارید، اما او رو حذف نمی کنید. میگه تو هم جزء جامعه باش، من قدرتمندم، طرز تفکر تو رو قبول ندارم، اما بمان. چه چیزی از این بالاتر؟ ما فیلسوف کسی است که برای همین تساهل دلیل ذکر میکنه، اونو تقریر و تبیین میکنه. همین کوروشونی نمیکرد، هیچ سندی هم از این بابت وجود نداره، توقعی هم از اون نمیره. او اندیشمند نبوده، فیلسوف نبود، اما یک دولت مردی است. بنابر احساسات خودش، نوع سیاست مداری خودش، از همه اتباع حمایت. یه مقدار باید تفکیک قائل باشیم، اینکه بلا فاصله توییت بزنیم ایشان هم فیلسوف بوده است و فرانه میشه پوپولیسم، که یکی از معایب دولت مردان حرفه ایست. خب من چرا این رو عرض میکنم؟ مکس وبر یک
سخنرانی داره، سیاست در مقام حرفه، و سعی میکنه ویژگی های یک سیاستمدار حرفه‌ای رو به ما معرفی بکنه. البته میشه بر این مؤلف ها چیزایی هم افزود. اولین کاری که مکس وبر میکنه اینه که یک تفاوتی قائل میشه بین سیاستمدار حرفه‌ای با سیاستمدار تفننی. یعنی در جامعه کسانی هستن که مثلا هر 4 سال میرن یک رأی میدن، یا مثلا در درون خانه ها نشستن با هم بحث های سیاسی میکنن، یا افرادی در برخی ادارات که دولتی هستن در سیاست گذاری ها نقش دارن، کارمندن، عضون، یا روزنامه نگاری هست بعضن در مورد سیاست مطلب مینویسه در اختیار مردم هست. در امر سیاسی مشارکت میکنه. مکس وبر میگه اینها سیاست جویان یا سیاستگران تفننی هستند، سیاستمدار حرفه‌ای نیستند. سیاستمدار حرفه‌ای چه ویژگی هایی داره؟ تا اونجایی که خاطرم هست عرض. اولین چیزی است که زیستش سیاسی است. یعنی مکس وبر میگه زندگی و تفکرش در و برای سیاست. یعنی وقتی میخواد فکر کنه در باب مسائل سیاسی همه چیز رو نگاه میکنه. چرا؟ چون برای سیاست داره زندگی میکنه. تفننی نیست. گاهی به سیاست دستی بزنیم، گاهی خیابان ها شلوغ شد وارد داستان بشیم. دیدید ما بسیاری از سیاست مداران ما تفننی هن. یعنی در ایران اتفاقی رخ میده، بیانیه ها شروع میشه، عزاداری ها شروع میشه، خوشحالی ها شروع میشه، سوار بر موج میشن. اما تا کمی اوضاع برمیگرده اونها زودتر از همه میرن به خانه هاشون. این یعنی سیاست مدار تفننی، کسی که زیستش برای سیاست نیست، تفکر و اندیشش برای سیاست نیست. دوم مؤلفه‌ای که مکس وبر میگه، میگه شور و شوق و اشتیاق داشته باشه، نه اینکه احساسی باشه، نه اینکه یک آرمانی داشته باشه، یه هدفی داشته باشه. مثل شما آرمان دموکراسی است، هدف دموکراسی است، برای اون آرمان به وجد میای، به شوق میای، هزاران مشغله رو تحمل میکنی، دشواری رو تحمل میکنی. حالا من کمی اینو تعمیم بدم. شما دیدید پژوهشگرانی که سالها میدن در بین قبایل خاصی زندگی میکنن. ما جرمشناسانی رو داشتیم برای مدت زمانی در بین زندانیان زندگی کردن. ما زیستشناسان و پژوهشگرانی در حوزه زیست محیطی داشتیم سالها در جنگلها با حیوانات و با گروه های دیگه زندگی کردن که ببینن این حیوانات چگونه رفتار میکنن، واکنش و کنش اونها چگونه است. یعنی همان هدفی که او داره، پژوهش و تولید علم، چیزی بر علم افزودن، این میشه ترقی. ترقی یعنی چیزی رو به چیزی اضافه بکنی. چه چیزی سبب میشه که او در دل سرما با اون خطرات، با اون مشقتها بره در دل کوها و جنگلها؟ شوق و شوق اشتیاق. ما سیاست مدار داریم در خانهش نشسته، به این جزیره میره، به اون کشتی تفریحی میره، میگرده، هر وقت شد ما میاییم، هر وقت خواستید من هست، هر وقت نخواستیدم که خب من میرم خونمون دیگه، کاری ندارم. که میگه هدف سلیمانی روشنگری است. حتی اگر یک نفر جلوت نشسته باید روشنگری بکنی، نه اینکه چون دو نفر منو میبینن پس من روشنگری نکنم، بذار یه استادیوم پر بشه اون وقت من بیام روشنگری کنم. نه، اون یعنی شعور و شوق و اشتیاق نداشتن. سیاست مدار حرفه‌ای اصلا یک ایده ای داره، یه آرمانی داره. روز اول که شروع میکنه ممکنه 2 نفر آدم توی حزبش باشه، 10 نفر آدم باشه، اما با اون شعور و شوق و اشتیاق سعی میکنه اون رو تبدیل بکنه به یک حرفه تا ایدئولوژیش، گفتمانش، دیدگاهش بگیر. هیتلر زمانی که وارد حزب
ناسیونال سوسیالیسم کارگری شد نفر ششم هفتم بود. نمیخوام از اون دفاع بکنم اما میخوام اینو عرض کنم. بعد از چند سال اون حزب در آلمان قدرت گرفت. خب بچش برمیگرده به پشتکار این افراد. کسانی که سیاست رو تفننی نگاه نمیکنن، حرفه‌ای نگاه میکنن. اما ایدئولوژیشون بده. بله درست. کارهاشو غلط. ما در اینکه حرفه‌ای بودن در سیاست کسی شکی نداره. ما هم امروز نیاز به سیاست مداران حرفه‌ای داریم. کسی که اشتیاق داشته باشه برای آرمان‌های مردم. نه اینکه خیابان شروع شد من هست. خیابان خالی شد من نیستم. آقا دیگه بریم کنار. ویژگی دیگری که مکس وبر نام میبره و به ذهنم آمد آشکار و واضح بودنه. یعنی شما به درستی بگید واضح که چی میخواید؟ هدفتون چیه؟ مشکلاتتون چیه؟ طرف نقدتون کیه؟ هی مبهمگویی، کلیگویی. گاهی ما این رفتار رو سیاستمداری میدونیم و میگم ارزش‌های غلطی که در درون ما نشسته. در حالی که با اون کهنگی و عدم وضوح و مسائلی از این دست کسی جذب نمیشه به ایدئولوژی شما. اینکه رک سخن بگید، در برابر مردم بایستید، کلامتون رو مدلل بکنید، واضح سخن بگید، گناهتون رو مشخص بکنید، نشانه یک سیاستمدار حرفه‌ای است. اگر کسی آمد همه افراد جامعه دوستش داشتن و او رو کسی مطلوب به خودشون دونستن، بدونید اون شخص سیاستمدار حرفه‌ای نیست. چرا؟ به دلیل اینکه هیچ وقت شما نمیتونید در درون جامعه گفتمانی بسازید که همه راضی باشن. من بارها اینو عرض کردم. شما در حوزه اقتصاد نمیتونید گفتمانی بسازید که هم کارگر تمام و کمال راضی باشه هم سرمایه دار. چون یه جاهایی تضاد پیدا میکنه، باید تعادل حفظ کنید. شما نمیتونی هم سنتگرایان رو راضی نگه داری هم تجددگرایان رو. چون یه جاهای ارزش‌های سنتی با تجدد مخالفت ایجاد میکنه. دو در امریکاش هم همینه. یعنی شما مثلا مسئله سقط جنین، خب همیشه بین محافظه‌کاران و سنتگرایان و کسانی که نگاه الهیاتی دارن با کسانی که نگاه متجددانه دارن اختلاف داره. یعنی نمیتونم همه رو راضی نگه دارم. برای همینه که همیه کشورهای مدرن احزاب مختلف دارن. چرا؟ چون هر حزبی نماینده بخشی از جامعه است. حزب کارگر دارید نماینده کارگران و افراد کسبه و پیشه‌ور و گروه های مختلف اجتماعی. حزب محافظه کار دارید نماینده اون ارزش های سنتی است. از تغییرات عمیق جامعه به یک بار خودداری میکن. یک حزب لیبرال دارید، یک حزب دموکرات دارید، هر کدوم اینا فرق میکنن با هم. و اگر کسی میتوانست حرفی بزنه که همه جزش جمع بشن، دیگه کشورهای غربی مگر عقب مانده بودن؟ یه حزب میساختن همه توش جمع میشن. یه حزب رستاخیز مثلا. همه بیایید، ما به همه پاسخ گوش. کمدی شدن سیاست یعنی همین جز همون نسخه که شوروی کمونیستی، همه عضو حزب شوروی کمونیستی بشید، بقیه حالا عقیده آقا ما متفاوتیم، چیزای دیگه ای میخوایم. برنامه های حزب تو ما رو راضی نگه نمیداره. یه نه خیر، اون برنامه های تو غلطه. باید بیا تو حزب کمونیست، برادر رفیق استالین میدونه چی کار میکنه، همه راضی میکنه. امروز هم در میان اپوزیسیون ما افرادی رو داریم حرف نمیزنن. چرا؟ چون یه عده ناراحت میشن. یه دی از ما زده میشن. و جدا از این که بخشی از این رفتارها پوپولیستی است، نشانه عدم حرفه‌ای بودن اون سیاست مداره. چون دیر یا زود حزب او از بین خواهد رفت. همیشه شما نمیتونید دلا دلا حرکت کنید. سال 57 خمینی همین کارو میکرد. هر وقت سوالاتی پیش میامد که اسباب اختلاف میتونست بشه، میگفت فعلا صحبت نکنید، بذارید این آقای محمد رضا رو بیرون بفرستیم، من همه شما رو اون وقت فرصت میدم بشید با هم قشنگ صحبت.
نده 57 هر کسی صحبت کرد گذاشت بیخ دیوار، جوابشون هم با گلوله داد نه با استدلال اومد. ویژگی دیگره یک سیاستمدار حرفه‌ای که مکس وبر نام میبره، مسئولیت پذیری است، هم نسبت به گفتار و وعده ها، هم نسبت به اعمال و رفتار. هیچ کس نیست خطا نکرده باشه، چه در زمینه فکری چه در زمینه عملی. ما مسئله بر سر اینه که مسئولیت کارتو قبول میکنیم. در فرهنگ های استبدادی مثل فرهنگ ما، قبول خطا چون همیشه با مرگ همراه بوده، یعنی اگه صدر اعظم میگفت من خطا کردم، پادشاه او رو میکشته، اموال او رو هم توقیف میکرده، یا اگر خیلی هم دوستش داشت تبعیدش میکرد. یعنی با یک پذیرش خطا تمام زندگی اون سیاست مدار از بین میرفت. و این در فرهنگ ما جا گرفته که هیچ وقت اقرار نکنیم به خطای خودمون. میگه سال 57 چرا انقلاب کردید؟ میگه ما خطا نکردیم، کارمون درست بود. به اونها میگی چرا سبب انقلاب شدید؟ چرا فضا رو باز نکردید؟ چرا یک جامعه خوب نکردید؟ ما درست رفتار کردیم. اینا این کارا رو کردن، چپ جهانی و نمیدونم اون یکی بالایی و اون یکی پشت پرده و اینها نشستن ما رو از بین بردن. هیچ کس نمیخواد مسئولیت بپذیره. سیاست مدار حرفی در جهان غرب هم همین به راحتی مسئولیتش میپذیره، بله خطا کردم. همین نشان میده که او قصد اصلاح بعدی کارها رو داره. کسی که خطاشون نمیپذیره، کسی که مسئولیت رفتارشون نمیپذیره، قابل اعتماد نیست. اخیرا برخی از روزنامه نگاران و صاحبان رسانه در لس آنجلس دعوت کردن از یکی از چهره های اپوزیسیون، گفتن آقای شاهزاده 44 سال گذشته، چطور این جمهوری اسلامی بر سر کاره؟ چطور کاری صورت نگرفته؟ میگه به من چرا میگید؟ برید به بقیه بگید. یک سیاست مدار حرفه‌ای اینجوری جواب میده؟ شما مسئولیت کار خودت رو بگو. اگر سیاسی هستید بفرمایید، اگر سیاسی نیستید بگید آقا من کارم کار سیاسی نیست. حالا کسی از من سوال میپرسه سلیمانی در کار روشنگری چه کردی؟ میگم بفرمایید این فایل این فایل این فایل. کاری ندارم حسن روشنگری کرده یا نکرده، کاری ندارم فلان تلویزیون از من دعوت کرده یا نکرده، من کار خودم اومد انجام بدم، وظیفه منه، مسئولیت منه. کاری هم ندارم یه استادیوم نشستن منو ببینن، نه دو نفرم جلوم باشن با اونها صحبت میکنم. اگر فرصتی هم فراهم بشه آی شجره و آی شهرتی و دیگران لطف کنن از طریق این رسانه با شما صحبت، تو مسئولیت یک انسانینه. یه کارگر باید کارشو به درستی انجام بده. آقا رئیسم اینطوری بود و اون یکی همکارم کمکاری میکنه و اون یکی فلان، اینا توجیه. توجیه با موجه متفاوته ها. اینا اقامه دلایل کذب، نادرست، فاقد موضوعیت. تو کار خودتو چرا انجام نمیدی؟ دیگران چه کردن؟ یعنی چی دیگران چه کرد؟ شما بگو هیچ کس کاری نکرد. 44 سال یه عقبه‌ای وجود داره، یه سرثبت و سرمایه وجود داره، یه بوروکراسی رسیده به دوران جدید وجود داره، یه میراث سنتی وجود داره. به اندازه خودتون چه کردید؟ دیگران چه کردن؟ برید از دیگران بپرسید. این حرف یک سیاستمدار حرفه‌ای است واقعا. گاهی ما عادت کردیم هی به به و چرچر میکنیم. خطاهامون رو بپذیریم، مسئولیت پذیر باشیم در هر زمینه‌ای که هستیم. سلیمانی در زمینه روشنگری کمکاری کردی، مسئولی. فلانی در اون زمینه کمکاری کردی، مسئولی. هر کسی در بخشی. یه تاجر وقتی از برنامه‌های تلویزیون‌های مبارز استفاده می‌کنه، باید به اونها آبونمان بده، باید به صاحب رسانه پول بده، تبلیغات بده یا هر چیزی بده که اون رسانه رو پاش بیسته. نگه به من چه مربوطه، من میرم صبح کارخونم برمیگردم خونه، مالیات به دولت میدم، تمام شد و رفت. نه، ما در حال جنگ با جمهوری اسلامی هستیم.
رسانه های ما با هزار زحمت اون رو دارن اداره میکنن، بعد ما دلمون خوشه این همه ثروتمند داریم، این همه فلان داریم، هیچ کدوم آبونمون نمیشن، اهمیت نداره اصلا براشون. تلویزیون هایی که کار از نظر خودتون البته عرض میکنم، هر کسی هر چی دوست داره، اگه برنامه علمی یک تلویزیونی خوبه بهش کمک کن، اگه برنامه سیاسی تلویزیونی خوبه بهش کمک کن. اگر افرادی در زمینه‌های مختلف اجتماعی وظیفه‌ای دارن خودشون رو انجام بدن، مسئولیت پذیر باشید. من اخیراً دیدم خانم صدیقه بسمقی، یکی از طیف‌های نواندیشی دینی، حجاب از سر برداشته و میگه آقا اینجوری اونجوری، بسیار هم کار خوبی کردید خانم بسمقی. اما یه نقدی من هم دارم، چرا ما یاد گرفتیم همیشه پس از مردم حرکت کنیم؟ چرا این همه کشته بدهیم، مقاومت ببینیم، شجاعت رو تماشا کنیم، بعد در جلوی رسانه روسریمون رو در بیاریم؟ شما که باید پیشگام باشید، نخبگان جامعه باید یه قدم جلوتر باشن، سیاستمداران باید یه قدم جلوتر باشن. زمانی که مردم در خیابانن، حالا شما حجابتو در میاری، زمانی که مردم به خیابانن، یکی میاد میخواد سوار موج بشه، تمام سیاستمدارانمون، یه عده معدودی هستن که واقعا در بخشای حرفه‌ای عمل میکنن، اما بقیه حرفه‌ای نیستن، تفننیان. اونها هم اگه موفق نشدن دلایل دیگری داره که حالا عرض خواهیم کرد به مرور زمان. پس مسئولیت پذیری بسیار مهمه. اگه دیدید کسی آمد جلوی شما پرسیدید آقای فلانی، خانم فلانی، چرا این کارو نکردید، گفت برید به دیگران بگی، همونجا روش زبدر قرمز بکشید، چون فردا روز هم اگر حکومت به دست این آقا یا خانم بیفته، میگید آقا چرا وعدات عملی نشد، میگه نذاشتم، اون یکی نذاشت، اون یکی نکرد، من که خودم خیلی خوب بودم توی این مدت، دستور دادیم اجرا نشد، این کارو کردیم اجرا. همینه مسئولیت پذیری یک سیاست مداره. چیز جالب به شما بگم، چون از هیتلر باز مثال زدم، زمانی که کودتای آبجو فروشیش شکست خورد، او رو بردن به زندان محاکمه شد. مسئولیت تمامی کودتا رو او به عهده گرفت، همه مسئولیتش با من. من میپذیرم همه مسئولیت ها رو، در حالی که میدونست ممکنه مجازات بشه، هرچند دستگاه قضایی آلمان و نیروهای آلمان و موقع ازش حمایت میکردن تا حدود زیادی، اما این بخشش اهمیت داره که یک سیاستمدار زمانی که کودتا شکست میخوره، میدونه ممکنه برای همیشه از عرصه سیاسی حذف بشه، اما مسئولیت کارش میپذیره. این میگه سیاستمدار حرفه‌ای. اما سیاستمدار تفننی کسیست که میگه من که کاری نکردم، دیگران خطا کردن، دیگران نکردن، دیگران نمیدونم فلان نکردن. و این بسیار مسئله مهمی است. کسی که امروز زمانی که قدرت نداره نسبت به وعده های خودش یا بعضا رفتارهای خودش مسئولیت پذیر نیست، فردا که حکومتی هم به دستش بگیره مسئولیت پذیر نیست. میندازه گردن اینو. مورد دیگری که مکس وبر میگه در ذیل همین مسئولیت پذیری است، غیر قابل تفویض بودن مسئولیته. یعنی اگر من سلیمانی کارم روشنگری است، نمیتونم بگم که آقا استاد مشیری یقه ایشون رو بگیرید، یا ایشون داره انجام میده دیگه که چه نیازی به منه، یا فلانی دیگه این کار رو انجام میده چه ربطی به من داره. نه، هر کسی به اندازه خودش وظیفه داره کار انجام بده. من وظیفه ندارم کار روشنگری رو به گردن دیگری بندازم. همین دلیلی که در جای جای پلتفرم های دیگر استقبال میکنیم از کسانی که میان تو این عرصه ها کار میکنن. این وظیفه یکایی که با ایرانیانه،
به من وظیفه من نیست دیگران باید این کار رو بکنن، نه، شما اگر تو اون زمینه هاش رو داری باید فعالیت بکنی. مسئولیت پذیری یعنی همین، غیر قابل انتقال بودن مسئولیت یعنی همین. اگه شما رهبر یک جریان سیاسی هستی نمیتونی بندازی بگی مردم شما خودتون برید، حالا اگه خواستید من میام، اگه هم نخواستید که خب هیچ. اگه شما به من فلان بدید، وکالت بدید، من میرم، اگه وکالت ندید من هیچ کاری نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی سیاستمداران تفننی میخواد راحت باشه میندازه گردن دیگری مسئولیتش. مسئولیت در امر سیاسی به خصوص امروز در سه ساعت هم سیاستمداران یعنی حاکمان، هم مردم، هم نخبگان، هیچ کس حق نداره مسئولیت خودشو به گری بندازه. اپوزیسیون ایران در درون ایران مردم، بله اون بخشش مردم هن، قطعا مردم هن که باید اون رژیم رو بندازن. ما شما که در یک فضای باز فعالیت میکنید باید سعی کنید کمک اون مردم باشید تمام و کمال. نمیتونی مسئولیت خودمون رو بندازی به گردن مردم بگیم شما برید جلوی گلوله، بعد که انقلاب شد حالا من سلیمانی هستم میام اونجا مدیریت اوضاع با من. نه، مسئولیت رو باید تمام و کمال به عهده گرفت و پذیرفت. خب نسای دیگری هم هست که مکس وبر نام میبره، ویژگی نزدیک به 10 مورد 11 مورد حدودا او ذکر میکنه، البته در لابلای اون سخنرانیش بحثای اخلاق رو هم مطرح میکنه، بحثای مشروعیت رو هم مطرح میکنه، اون بخش رو کنار میذاریم. اون بخشی که امروز به ما کمک میکنه سیاستمدار حرفه‌ای رو و سیاستمدار تفننی بشناسیم، سعی کنیم که تیتوار عرض کنیم. 4-5 موردش رو امروز عرض کردم، بقیه مواردش رو میذاریم برای برنامه دیگر که بتونه به ما کمک بکنه که در جهان سیاست یک بار بازنگری نسبت به خودمون داشته باشیم. اگه دور و برمون کسی نیست که اینها رو به ما بگه، چون پوپولیسم هم یکی از متاسفانه مشکلاته که مکس وبر اشاره میکنه، عدم نگاه پوپولیستی داشتن یعنی عوامگرا بودن که آفت یک سیاستمدار حرفه‌ای است. البته ممکنه موفقیت هایی برای یک سیاستمدار به همراه بیاره، اما آفتی است برای یک سیاستمدار حرفه‌ای. اینها رو در برنامه آینده بحث خواهیم کرد، امیدوارم اینها کمک بکنه به ما در جهت اینکه یک روش جدیدی رو پی بگیریم در گذار از نظام جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز، ممنونم از بذل توجه یکایک شما عزیز. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتوانند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.